پارک ملی کرخه بازمانده از جنگل‌های نیمه گرم سیری در کشور که در گذشته از سوریه تا ایران وسعت داشت، در معرض آسیبی جدی قرار گرفته. عبور لوله‌های انتقال طرح آبرسانی قدیر که برای تأمین آب شرب حدود 50% از مردم خوزستان در حال اجراست، این منطقه حفاظت شده را در معرض خطر قرار داده است. جنگل‌های کرخه در شهرستان شوش پس از یافتن آخرین بازمانده‌های گونه منحصر به فرد و در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی در دهه 30 شمسی به عنوان پارک وحش و سپس در سال 49 به عنوان پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تبدیل شد و در نهایت در سال 1389 این محدوده به پارک ملی ارتقا پیدا کرد. متاسفانه این طرح ارزیابی و مطالعات زیست محیطی نداره و همین باعث شده که نگرانی های زیادی رو برای ما به عنوان فعال محیط زیست ایجاد کنه. ببینید عرض تقریبا 30-40 متری قرار تخریب صورت بگیره، به حالا عمق تقریبا 4 تا 5 متر این حفاری انجام میشه و اگر بخوان عبور کنن در اون نقطه‌ای که کارفرما درخواست داده تقریبا یه چیزی حدود 2.5 کیلومتر رو باید مسیر رو طی کنن و چون اینجا پوشش خیلی زیاد است، پوشش درختی، تعداد زیادی درخت و درختچه توی این عملیات از بین خواهد رفت. خواسته ما اینه که این تر از مسیر دیگه عبور کنه به خاطر ارزشی که این جنگل به عنوان یک سرمایه ملی، یک سرمایه طبیعی برای هم مردم منطقه و هم به حساب هموطنانمون داره. عبور لوله‌های انتقال آب از این محدوده علاوه بر به خطر انداختن حیات وحش ویژه آن، میتواند مسیر تخلفاتی مثل قاچاق چوب و زغالبری را هموار کند. همین چند قدمی جنگل حفاری ترقدی رو ما داریم، مسیرهایی ایجاد میشه برای متخلفان که براحتی میتونن جا به جا بشن و دسترسیشون به جنگل راحت‌تر خواهد بود، تخلفات بیشتر میشه، مثل همین درختی که اینجا میبینید. و چون قرار هست یک مسیر دائمی برای این لوله در نظر گرفته بشه که هم تأسیسات کنترل بشن هم خط لوله ایمنسازیش انجام بشه، این باعث میشه که یک سهولت ایجاد بشه برای متخلفان مختلف، شکارچیان، چوببرها، زغالگیرها، حتی گردشگری‌های غیرمسئولانه که جنگل رو بیشتر از گذشته مورد هجوم قرار بدن و سریع‌تر به نابودی نزدیک بشه. این که میگن آبرسانی بشه، به هر حال یه طرح ملی نیاز هست که به شهرهای جنوبی آب برسونن، ما هم قبول داریم. ولی این که مسیر دیگه‌ای هم هست لوله عبور بکنه بدون اینکه ما جنگل رو تخریب بکنیم، این رو ما مد نظرمونه که اگه قرار لوله عبور بکنه بالاتر از اینجا میتونه عبور بکنه، ارزش جنگل خیلی بیشتر از اینه که مثلا ما بخوایم یه خورده هزینه کمتری بکنیم، لوله کمتری استفاده بشه، به قول معروف اون هزینه ها رو بخوایم به خاطر اینکه کم بکنیم بیایم از ارض جنگل عبور بکنیم و پوشش گیاهیش و زیستگاه محیط زیست استان خوزستان مخالفت خود را با عبور لوله‌های انتقال طرح آبرسانی قدیر از این منطقه اعلام کرده. این موضوع به قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان پیمانکار این طرح ابلاغ و به فرمانداری شهرستان شوش هم اعلام شده است. سازمان محیط زیست استان خوزستان مسیر دیگری برای اجرای این پروژه پیشنهاد داده است.